موضوع دیگر این که این مصاحبه‌ای که ما کردیم با برنامه افق، استقبالی که شده است بی نظیر بوده. دلیل هم دارد. دلیل هم این هست که برای اولین بار در 1400 و اندی تاریخ اسلام در این سطح یک بی عمامه مثل من نشسته با یک مرد محترم و عمامی اونجا و یک نقدی کرده است از احکام اسلامی. چنین چیزی سابقه نداشته. من نمیدانم که بوده چنین چیزی. و در این سطح بیننده داشته باشه و مردم ببینن، چون هر کسی هر سخنی گفت او رو کشتن. در همین روزگار هارون که در واقع عرض کنم این مرد گسترش معرفت میکرد، هارون الرشید و پسرش مأمون، وقتی که به روزگار متوکل رسیده، چه مایه، طبری میگوید چه تعداد حکما و شعرا و متفکران بودند که اینها را آوردن به جرم، عرض میکنم که با لیبل و در واقع مارک زندیق کشتن. هر کس کوچکترین سخنی گفت در باب این احکام اسلامی او رو کشتن. از عبدالله ابن مقفع تا احمد کسروی، اولین سخن رو نگفته تکفیر شروع میشه، بعد هم یه بردن میکشن. کسی جرأت این، به خاطر همین است که این روی هم انبار شده و به صورت یک چیز قدیمی بیمزه خونک جامده این احکام اسلام. اونچنان تاریخ مصرفش تمام شده است و عجیب هست اجرای این احکام که دنیا به حیرت فرو رفته. شما تجسم کنید صحنه سنگسار رو، تجسم بفرمایید در مقابل چشم جهان. یه زن بیچاره رو تا کمر کردن به زیر خاک، یک عده از اجامر و اوباش، نادانان جاهل جمع آوری کردن، یک کامیون سنگ هم ریختن، سنگ بزن تو سر این، یعنی احکام اسلامی است. اینا از چیز آمده؟ اینا از آسمان آمده. کسی جرأت نکرده. دو تن ما داریم، دو تن، ابن راوندی و محمد ابن زکریای رازی. بقیه هم نقد کردن، عرض کنم که به زبان مخصوص با ابهامات و ایهامات و اینها. همین سخن سعدی سخن کمی نبود. یا حافظ که از ابتدا تا انتها نقد همیناست، اما نه به وضوح. یک بار گفته بود که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وا اگر از پس امروز بود فردایی. مشهور است که به وحشت افتاد حافظ از تهدیدی که شد که تو رو میکشن. این چه سخنی است گفتی؟ شما منکر روز قیامت اینا شدی. رفت پیش یک نمیدونم قاضی القضاتی اونجا از همین شیخای کهنسال، گفت برو این رو نقل قول کن، چون منتشر شده شعر تو و تو عرض کنم که تکفیر میشه و حتما میکشم. بعد آمده یه قاله اضافه کرده، یعنی گفت، چون وقتی قاله رو اضافه میکنید میگه نقل کفر، کفر نیست. این حدیث هم که خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکده ای نمیدونم با دف و نی فلان گر مسلم، یعنی اون میگفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای که از پس امروز باید فردایی. یا چیزی از نقل، یا منصور حلاج مگه چه گفته بود؟ واقعا مشهورترین شهدای بیان منصور حلاج، عین القضات همدانی، سهروردی، شیخ مقتول سهروردی، اینا از مشاهیر کشتگان بیان هسته. حالا دست آخونده به زکریای رازی نرسید، چون اینا در یه محیط ایرانی کار میکردن، همون دیلمیان و اینا. هم اون روزگار روزگار تعصب هنوز نبود، این مدارس آخوندی و طلبگی و اینا هنوز به جای نرسه بود کارش. اینا رو ترکان آوردن. وقتی ترکان آمدن از آسیای میانه، اینها کاسه از آشتاختر میشدن، کارها کردن در ارتباط با همین دین و اینها.
روزگار دین زدگی ایران نه از روزگار عرب بلکه از روزگار ترکان شده. ترکان که عرض میکنم همین تنگ چشمان زردپوست آسیا مرکزی. این داستان فقه عرض کردم در اون مصاحبه، حالا چون این عرض کنم که حجت الاسلام و المسلمین، این آقای اشکبری یک مقاله گذاشته است قرآن سوزی دوم، یعنی صحبت ما در اون مجلس که شما دیدین اسمش گذاشته است قرآن سوزی دوم. من تعجب میکنم از این آقایان، چرا اینا دل اینا به حال مردم چرا نمیسوزه؟ چگونه است که دل اینا برای مردم نمیسوزه؟ چگونه است که اینا جستجوگر عدالت نیستن؟ آقا عثمان یک روزی به نام مصلحت مسلمین قرآن سوزان، مگه نسوزان که صداش در نیامد؟ چرا؟ به جهت این که به خاطر مصلحت مسلمانان قرآن رو سوزان، یک کوهی از قرآن جمع کرد و عثمان آتش زد به اینا. خوب اختلاف میفته. چگونه است که به خاطر مصلحت ایرانیان این آقایان یک نقدی نمی کنن؟ آقا این سنگسار کردن و دست بریدن و قصاص اینا وحشیانه است. آدم که این کارها رو نمی کنه، بخشی از اینها در واقع برخواسته از ذهن حمورابی است. حمورابی نمیدونم 2000 سال پیش از میلاد، لوحش هست در پاریس، لوحش چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی، که همون لوح منشأ تعلیمات تورات و قرآن هم از تورات گرفت. چگونه است که این آقایان اندکی حس عدالت خواهی ندارند؟ اون آقای سروش، آقا اینها باید یه کاری بکنن، یک لوتری از توی اینها باید بیرون بیاد. گفته است که بعضی ها از فضای خارج سوء استفاده میکنن در باب اسلام صحبت میکنن، اینا چگونه میخوان برگردن؟ اینا تو روی مردم نگاه کن، شما چگونه میخوان تو روی مردم نگاه کن؟ یکی از این آقایون معمم یا درس دین خونده پیدا نمیشود که بگذرد از این مناسبات مریضش با اون رفقای سابقش و این حلقه نمیدونم اصلاح طلبی یا غیره، بیاد سخن بگه، نقد کنه. آقا نقد، چرا دل اینا برای مردم نمیسوزه؟ چرا دل اینا برای عدالت نمیسوزه؟ وظیفه ایناست. آخه این چه حکمی است؟ مگر میشود این فقهی که 1500 سال پیش 1400 سال پیش جمع و جور شده، مبتنی بر یک مش عرض میکنم سخنان بیابانی رو معیار کرد و قانون اساسی نوش اینا رو اجرا کرد، امروز آقا در 15 نفر رو کشته؟ خب بیان پول بدم به چیز بیان آقا بیان. تناب رو از گردن یارو برداریم. آقا این چه کار وحشیانه ایست؟ من قاتل مگه که فقط با گذشت شاکی خصوصی باید آزاد بشه؟ این قاتل صدمه ای که جامعه دیده چگونه است؟ میگفتن مدعی العموم. آقا در روزگار قدیم این قانون جزای ایران در همون روزگار شاه اون قوانینی که بود که مرحوم داور و دیگران چندین ده سال زحمت کشیدن این جریانات پوسیده رو کنار زدن، فقط در دست اینها ارث و طلاق و این چیزا گذاشتن، به خاطر عقب افتادگی اینها بود. آقا یک جرائمی با گذشت شاکی خصوصی میشد ازش رها شد، بعضی جرائم عمومی نمیشد. چاقو کشی رو با گذشت شاکی خصوصی نمیگذشت دولت، مدعی العموم نمیگذشت، حتی متلک گفتن این جرم عمومی بود. شما برو صندلی رو از زیر پایین بکش، این رو اعدام کن. یهو می‌بینی که سکینه سلطان میاد صندلی رو می‌کشه، مثلا آقای فلانی رو اعدام. این عدالت، این قانون، مثلا این یه چیز خیلی خوبیه به نظر شما؟ ماشاءالله تو اسید سولفوریک که سرده، تو تیزاب سلطانی هم یه حل نمیشه، هیچ تغییری درش نیست. دلیل هم داره، در واقع یک دلیل فلسفی داره.
شما اگه نگاه کنید به همون صحبت‌های اون مرد بسیار محترمی که در مصاحبه بود، با یک نوع تحقیر از تورات صحبت می‌کرد و انجیل. یعنی اینا حالا چیزی نبودن، اینا قدم‌های نخستین بودن برای اینکه یک چیز خیلی کاملی، جامع‌ترین و بهترین و بالاترین و کامل‌ترین و سعادت بشر و فلان اسلام باشد. کدوم سعادت؟ شما این جامعه سعادت من به من نشون بدیم ببینم کدوم سعادت، سعادتش در چه چیزی بوده. بله اون گروه های نخستین تا دو قرن سعادت من بودن، چون میرفتن قارت. بقیهش که گدایی و بدبختی و فقر و بیچارگی بوده و هست امروز. هم حواله میدم ما رو به 1 میلیارد و فلان. آقا یه عدد که جواب استدلال نیست که پدر جان. یک روزی هم تمام دنیا گمان میکردن پشکل ماچه الاغ دود کنی برای تا اون خوب است، یا همه دنیا فکر میکردن که بابا این خورشید دور این زمین داره میچرخه، همه دنیا. اینا هم که تعدادشون معلوم است که اصلا مسلمانان بیچاره بدبخت واقعا مفلوک. اونجا که رودخانه هست و آب و غذا هست تعدادشون زیاد شده، مثل اندونزی و هندوستان و بنگلادش و اینا. 700-800 میلیونش همون بیچاره های اون منطقه. هی نگید 1 میلیارد 1 میلیارد، فکری بکنیم به حال این بدبختی و بیچارگی. مغلطه عدد، تشبث به عدد. در هندوستان حداقل 700-800 میلیون نفر هستن که فکر میکنن که این رودخانه گنگ از کله لورچیوا داره میاد پایین. بابا بری میبینی نه بابا جان، این برفای هیمالیاست. از هیمالیا یک رشته کوه خیلی بلندیست، ده ها رودخانه از سرچشمه خیلی بلند برف زیاد داره، کله لورچیوا. حواله به عدد میدن. خب این 1 میلیارد و فلان، پدر بیا برو ببینم اینا چند تا دانشگاهی که 90% هم که بی سوادن. جمعاً برابر آمار همه مسلمین جهان 600 تا دانشگاه دارن، در حالی که همون 1 میلیارد اندی هندی 7000 دانشگاه و مؤسسه عالی آموزشی داره. 1 میلیارد 1 میلیارد میکنه. صحت یک ادعا رو با تعداد میخوان به اثبات برسون. بیشتر از 90% بی سواد. در ثانی بیچاره هم که مثل بنده و شما و بقیه، این که ما نرفتیم حالا تحقیق کنیم، دین بپذیریم که پدران ما مسلمان بودن، ما مسلمان به دنیا اومد، غذا هم بوده، خوردن، تولید مثل کرد. حالا همچین چیزی نیست تعداد که بخواد یک ادعا رو به اثبات برسونه. که این چه سخن پرت واقعا بیرون از منطقی است. تعداد خدمت شما عرض کردم یکی دوبار که آقای آلبرت اینشتاین فیزیکدان معروف آلمانی، اون تئوریش که اون آورد دو بخش داره تئوریش. بخش اولش جاذبه نیست، بخش دومش هم جاذبه رو آورده و روی هم رفته. عرض کنم که به کمال رسونده. قبول نمی کردن، می خندیدن بهش، می گفتن یه یهودی پیدا شده می خواهد ما رو گیج کن، چون وسیله هم برای اثباتش نبود، چون سخنانی که اون می گفت در دنیای متعارف نیست، در سرعتهای خیلی بالاست و اینا، اجرام خیلی بزرگ یه حرف. آمده بود در همین هایر استادیز، همین نیوجرسی، اینجا میزی گرفته بود و تحقیق میکردم اینا. رئیسش آمده یه روز میگوید که آقای اینشتین 100 تا فیزیکدان علیه شما در رد صحبت و تئوری شما صحبت کردن. آقا چرا زحمت کشیدن؟ یه نفر میگفت کافی بود، لازم نبود 100 نفر زحمت بکشن. تا زمانی که یک کسوف شد، یک کسوف شد، حالا من نمیخوام وارد موضوع بشم، یک کسوف شد
ایشون گفته بود این ستاره که ما بالای خورشید اینجا میبینیم اینجا نیست، پشت خورشیده، ما چون نور مستقیم میبینیم نور خم میشه و چون ما مستقیم میبینیم بالا میبینیم. یک منجم خیلی خیلی معروف انگلیسی با دو تیم تشکیل دادن، یکیش رفت آفریقا، یکیش هم رفتن آمریکای جنوبی، اونجا که دیگه خسوف کاملا کامل بود. مشهورترین، یکی از مشهورترین تلگراف های قرن بیستم همین تلگراف بوده که درست میگه، اون چیزی که ایشون گفته درست گفته. وقتی کسوف شد این ستاره پیدا نیست، پیداست اون پشته. حالا بماند، حقیقت که دیگه با عدد چیز نیست که عزیز من، که این فقه اسلامی در عرض شود که دو قرن اول این در واقع قوام یافت که اینا چهار مکتب فقهی است که چهار تا اهل تسنن هست، چهار مکتب تسنن هست، یکیش هم که دیگه شیعیان عزیز مذهب جعفری، فقه جعفری، اینها در اصول یکی هستن در این که کتاب خدا و سنت رسول، اینا اعمال صحابه، اجماع، قیاس، بعد استحسان هم هست، نمیدونم عقل هم مثلا شیعه. ولی خنددار این است که شیعه عقل رو وارد چیزش کرده. خنددار واقعا. شیعه میگوید عقل خیلی مهم است. کدوم عقل؟ چه عقل؟ ما عقل نمیبینیم که در شیعه. کسی که میگوید یه نفر رفته توی چاب میاد ما رو نجات میده، این عقل داره که حالا بخواد بگه فقهش عقل داشته باشه؟ و بعد چون تصور بر این بود که این جامع ترین و کامل ترین و برترین و اصلا از این هیچ نقصی درش نیست و این خداوند دیگه کامل کرده، الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه از این کامل تر نیست، نمیشه بهش دست. چون آدم کامل جامع که جستجوگر کمال نیست که، همه چیز کامل دیگه، کامل که اون طرف تر چیزی نمیبینه که. خب بگردیم به سر این داستان فقه. بله عرض میکردم که این عرض شود که گفتن که منشأ اصلی قرآن، و بعد هر شبت که کم آوردن همون اعمال حضرت رسول و صحابه و اینها چیز کردن و اجماع و قیاس و اینها، که این در واقع برخورد کرده بودن به این تمدن‌های بزرگ مثل ایران و خیلی پیچیده‌تر بود این مناسبات. خب مناسباتی نبود که در عربستان یک مش بیچاره بیابونگرد بودن، زندگیشون فقط با یک شتر احتمال تا گوسفند می‌گذشت و اینها. مثلا در باب ساختمان سازی یا هزاران عنصر دیگری که در این مدنیت بود نبود، اینا حالا آمدن این روبرا کردن و گفتن چون جامع ترین و کامل ترین و بهترینه برای سعادت انسان آمده و این دیگه ختم شده، اینا چون کمال رو در خود میدیدن دیگه جستجوگر کمال نبودن که این نقصی هم داره میشه کاریش کرد، میشه بعضی جاش اصلاح کرد، آیا این درسته که یک کسی یکی رو کور میکنه چاقو بدیم این آقا رو کور کنه، این مال حمورابی بوده، مال 2000 سال پیش از میلاد، همینجور دست نخورده باقی ماند ماند و ماند و ماند و ماند و ماند تا امروز که امروز همون احکام رو، همون داستان رو آوردن تحمیل کردن به ملتی شلاق زده. این وظیفه آدمای مثل همین آقای اشکوری، همین آقایونی که معمم بودن یا هستن، یه لوتری بین اینا عرض کردن پیدا نمیشه، بگه آقا با اینها نمیشه جامعه رو اداره کرد. برای نجات اسلام هم که شده از دست فیضیه، این آقایون باید سعی کنن اسلام رو از دست فیضیه نجات بدن. اگه میخوان این محترم باقی بماند باید از دست آخوندهای فیضیه بیاد بیرون. یک لوتری پیدا شد در نمیدونم چند قرن پیش آلمانی، خودش کشیش بود، آمد گفت آقا این چه داستان مسخره ای است در آوردین که هیچ کس نمیتواند این کتاب مقدس را بخواند مجز ما آخوندها، ما باید بخوانیم به شما بگیم. گفت آقا همچی چیزی نیست، هر کسی میتونه کتاب به هر وجهی که میخواد بخواند و به هر وجهی که میخواد تفسیر کنه، آخوند هم واسطه نیست بین انسان و خدا، انسان با خودش با خدا رابطش مستقیم. هزار چیز دیگه هم البته شاهزادگان آلمانی هم پشتیبانیش کردن و یه گشایشی شد. اینا به عوض این که در اندیشه مردم و در اندیشه عدالت و در اندیشه نجات رو نشستن ببینن کیه نقد کوچیکی میکنه به پرن تکفیر کنه، هر پیشه اینو تکفیر در واقع قرآن سوزی دوم. آقا چه قرآن سوزی؟ مگر مطالبی که ما گفتیم اشتباه بود؟ مگر چیز اشتباهی شما شنیدید؟
میفرمایند موضوع چیز دیگری بود. آقا بنده رو نبرد دعوت نکردن اونجا که در اون باب صحبت کنم. سو در واقع مجری سوالی از من کرد که جوابش آنی بود که من گفتم. قانون اساسی مملکتی که آقا مصر سالها پیش این رو قدغن کردن، اصلا فقه قدغن شد در مصر. آقا نمیدونم این دولت جدید چی کار داره میکنه، میگیرن آدم ها رو. در ترکیه اگر میخواید اسلام محترم بماند در جامعه، بایستی که یک چیزی، آقا یک اصلاحی، یک چیزی، یه حیثیتی نمونده که، یعنی اسلام، این اسلام تاریخی دشمنی بزرگتر از این آخوندها و این قانون اساسی که ازش تراشیدن نداشته به نظر من. تا کی قراره که این داستان به این وجه باقی بمونه؟ آخه قانونی نداره اسلام که، عزیز من که. اگر جامع ترین و کامل ترینه، پس چرا نصفش نیست؟ پس چرا قوانین رانندگی و راهنمایی و مربوط به نمیدونم فضا و نمیدونم قوانین و مقررات مربوط به هواپیما و خرید و فروش و نمیدونم گمرکات و هزار یک چیز دیگه ندارین؟ خب جامع ترین و کامل ترین، هی گفتن جامع ترین و کامل ترین و سعادت بشری فرد. کدوم سعادت بشری آخه؟ شما یک جامعه سعادتمند مسلمان به من نشان بدین تا من قبول کنم، یا اساسا در تاریخ نشان بدین. این وظیفه این آقایان هست در واقع، اما از ترس متاسفانه یا مصلحت میبینن آمدن در مغرب زمین از اینها پذیرایی میکنن، نمیدونم اینجا اونجا میبرن، عرض کنم حقوق به این آقایون میدن، مسند تدریس براشون درست میکنن، یک ذره چیز یاد نمیگیرن که آقا بابا این ببینیم به چه دلیل این مملکت 200 ساله به اینجا رسیده، اروپا چنین شده، ولی ما همونیم که هستیم، هی جامع ترین و کامل ترینیم. پس کو دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. گفت شکست والتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است. که نمیشه با ادعا که جوابی نیست، اساسا جوابی نیست. تا حالا کسی جرأت نکرده که سوال کنه؟ وقتی هم سوال کنی جوابی نیست، چون جوابی نیست سوال نکرده تکبیر میکنه. موارد شرم‌آور هست آقا در این فقه، شرم‌آور، توهین به انسانیت. اگر یک شخص زرتشتی 12 بچه داشته باشه، به ثروتی هم داشته باشه، یکی از اینا خیانت بکنه بره مسلمون بشه این بمیره، همه اینا رو میندازه تو خیابون، اموال مال این یکیه که مسلمانه. آخه این عدالت کجاش عدالته؟ با وجود مسلمان ارث به کافر نمیرسه. اصلا کافر یعنی چی؟ این لغات واقعا ضد بشری باید از این فرهنگ بره بیرون. این آقایون باید کمک کنن، این آقای اشکبری و بقیه باید کمک کنن، این آقای سروش. کافر یعنی چی؟ ملحد چه معنی میده؟ مرتد یعنی چه؟ محارب با خدا دیگه چگونه اتهامی؟ مفسد و فلعر چگونه اتهامی؟ این مرد بسیار محترم ملایمی که اونجا نشسته بود میگفت که اینا خنده آوره واقعا. میفرمودن که اینها آمدن، کسانی گفتن رأی ما کو، گفتن محارب با خدا. محارب با خدا که این گونه نیست، یعنی محارب با خدا هست، همچین اتهامی صحت داره و مشروعیت داره. محارب با خدا یعنی چی؟ صرفتی با خدا جنگ کرد. چه چیزهایی هست واقعا، آدم خجالت میکشه به خدا قسم، به خودمون خدای واقعی. محاره با خدا، وقتی میگردن در پرونده آقا چیزی پیدا نمی کنن، اموالشو بخورن یا جانشو بگیرن، مفسد فلعرض، مفسد فلعرض، مفسدتر از خدا آخونده کسی هست فلعرض؟
این ارزی که ما میشناسیم که مفسدترینش اینا هستن که از چه چیزی دفاع میکنید شما؟ چه لزومی دارید شما از چیز نادرست دفاع بکنید؟ یا خاموش بشید، خود خاموش نشستن خودش کلی خیانته. یعنی ستمکاری رو دیدن و امکان داشتن و خاموش نشستن این بزرگترین خیانت. جامعترین و کاملترین؟ بقیه آمده است که جامعترین و کاملترین. چه چیز جامعی ما میبینیم؟ کجاش جامعه پدر جان؟ برای قانون مالیات در آمریکا 16,000 صفحه قانون هست. 16,000 صفحه قانون فقط قانون مالیاتی است. جامعه‌تری؟ هر جریب نمیدونم خورما اینقدر چیزش زکاتش هر فرنم گوسفند اینقدر زهان. اینا شدن جامعه؟ اینا شدن قوانی؟ یه چیزی بوده برای اون روزگار، اونم به زور شمشیر. آخه سخن مستدل که شمشیر لازم نداره، که سخن روحانی ربانی معنوی مستدل که از آسمان آمده که ضمانت اجرا شمشیر نیست، که خود سخن هر که قبول نمیکنه شکمش پاره میکنی مرتد. اینجوری پیشرفت کرده خب این داستان؟ مگه نکرده؟ مگه دروغ میگم من اینجا نشستم؟ مگر بعد از رحلت رسول به جز مدینه که در واقع پایتخت اسلام شده بود و قریش که اینا زینف بودن، همه اعراب از یمن تا کنار همین دریای سرخ برگشتن به دین اجدادیشون، قتل عامشون کردن. خالد ابن ولید 11 سپاه ابوبکر فرستاد قتل عام کردن، قتل عام اهل رده. مگر دروغ این حرف؟ بیاد بگید آقا چند تا پیغمبر دیگه هم پیدا شدن همه رو فرستن سر بریدن. این در واقع خیانت به مردم، خیانت به عدالت. پدر جان آقا میسر نیست. آقا این قوانین امروز کاربرد ندارد. چشم درآوردن و شلاق زدن و دست و پا رو برعکس بریدن و اینا یک چیزای وحشیانه است. خب بهیمیه، اینها قوانین بهیمیه، مربوط به یک جامعه بهیمی مگه نیست؟ مگه نیست؟ ما از جان خود میترسیم، از جان خود میترسیم. اصلا حرف نزن، برو یه گوشه دیگه، کسی تو رو نشناسه. پدر جان آخه وظیفه ای داری تو، تو رفته نمیدونم فقه خوندی نم چی، تو باید بهتر بدونی حقایق امور رو. باید بیای در خدمت مردم، در خدمت مردم، مردم بیچاره مظلوم ایران. همواره مظلوم بودیم. اینا دزدا آمدن با شمشیرشون اینا ما رو مظلوم کردن، هنوز مظلوم اینا هستیم، هنوز تو سر ما میزنن. چند هزار سال ما باید تو سری بخوریم؟ این همه بزرگان مملکت ما از کوروش بگیرید تا نمیدونم تا نادرشاه پشت زین از پینه بستن با دست به شمشیری مملکت نگهداری کردن که دست شما ها بیفته. با این حرفاتون یک اسمه کلب حرف بزنه وا اسلاما. حالا در روزگار مدینه و اینا یک کسی کلمه حرفی میزد چه همیشه پاره میکرد. حالا هم حاضر نیستن به محض این که یک کسی چیزی بگه آقا بوی عدالتی بیاد، بوی نقدی بیاد که آقا چرا این درست نیست، با اسلام. خب اگه این اسلام به یک کلمه حرف از بین میری که خب بذاری بره دیگه. اگر که چیزی در چنته دارید تشریف بیارید صحبت کنید، بیاد به مردم بگید آقا نشون بدید که پایگاه محکمی داری. چیزی در چنته نداری، دفاعی نمیتونی بکنی. آخه دفاع نداره،
دفاع نداره، خودتون میدونید که ظاهر نمیشید، مگر تفسیر کنید. تفسیر نداره که پدر جون، که معنی داره.